روزنامه فوکس گرانت هلند، معامله شرکت‌های هلندی با رژیم ایران به صفر رسید. آخوند موسوی جزایری، فضای مجازی ستون پنجم دشمن. مازندران، قتل دو هموطن در پی آتش گشودن ماموران جنایتکار پادگان نیروی هوایی محمودآباد به روی مردم معترض. روزنامه فوکس گرانت هلند با اشاره به جریمه 1,700,000 دلاری شرکت کامیونسازی داف توسط آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها علیه رژیم ایران نوشت: شرکت‌های هلندی زیادی نیستند که به خاطر تحریم‌های آمریکا جریمه شده باشند. سازمان شرکت‌ها مانند VNO NCW می‌گوید معامله با رژیم ایران در این نقطه به صفر رسیده است. این روزنامه افزود بانک ING هلند در سال 2012 بزرگترین جریمه را دریافت کرد، 619 میلیون دلار به خاطر معامله با رژیم ایران. در سال 2016 شرکت فولکر سرویسز به خاطر در دست داشتن قطعات ایرانی 21 میلیون دلار جریمه شد. آخوند موسوی جزایری، رئیس حوزه اهواز، وحشت خود را از فضای مجازی نشان داد و آن را میدان تاخت و تاز دشمن نامید و گفت دولت باید به این حوزه توجه بیشتری نشان دهد. بسیاری از بحران‌های موجود در کشور نشأت گرفته از فضای مجازی است. فضای مجازی می‌تواند در شرایط خاص یکی از خطرناک‌ترین دشمنان ما باشد و به عنوان ستون پنجم دشمن عمل کند. ماموران جنایتکار پادگان نیروی هوایی رژیم در منطقه محمودآباد در استان مازندران به روی مردمی که خواهان زمین‌های خود بودند آتش گشودند و دو تن را به قتل رساندند و چند تن دیگر را مجروح و دستگیر کردند. به اعتراف رسانه‌های حکومتی، مردم در اعتراض به غصب زمین‌هایشان توسط نیروی هوایی محمودآباد در استان مازندران اعتراض کردند که با شلیک ماموران مواجه شدند. در روز جاری به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود اومد که متاسفانه متعاقب این تنش به وجود اومده یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه دو نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن. خبرگزاری سپاه پاسداران به این درگیری اعتراف کرد و نوشت این حمله زمانی صورت گرفت که سربازان قصد داشتند محدوده باند فرودگاهی را فنس کشی کنند، اما معارضان سنگ و چوب و زنجیر به سمت آنها پرتاب کردند. سربازان اقدام به تیراندازی کردند و بر اثر آن 2 نفر از مهاجمان کشته و تعداد دیگری هم زخمی و عده‌ای از آنها دستگیر شدند. اعتصاب کارگران پروژه انتقال آب سد کانیسی به دریاچه ارومیه در نقده روز شنبه ادامه داشت. آنها چندین روز است در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. بیش از 100 تن از کارگران شهرداری مریوان روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. این کارگران به نمایندگی از 600 تن از کارگران شهرداری مریوان تجمع کردند. انفجار یک تانکر حامل سوخت در تانزانیا 57 کشته بر جای گذاشت. این حادثه صبح روز شنبه در 200 کیلومتری غرب دارالسلام، بزرگترین شهر تانزانیا، به وقوع پیوست.
این حادثه همچنین 65 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اغلب قربانیان حادثه موتورسوارانی بودند که پیش از انفجار سعی داشتند از کامیونی که دچار سانحه شده بود با شیلنگ سوخت بیرون بکشند. کامیون حامل سوخت دقایقی پیش از انفجار واژگون شده بود. منابع پلیس علت انفجار را جاری شدن بنزین هنگام تخلیه با شیلنگ و احتراق آن به وسیله یک ته سیگار اعلام کردند.